سلام دوستان، ما امکان پیدا نمودیم که مهمترین خبرهای ورزشی هفته را منظور شما بگردانیم. شروع میکنیم از دستاوردهای پهلوانان تاجیک، بخصوص ابراهیم جان المرادوف، ورزشگر که در جام کشاد آسیا آید به جودو نشان طلا را به دست آورد. ابراهیم جان المرادوف در جام کشاد آسیا آید به جودو میان جوانان که از 8 تا 10 اپریل در آلمات برگزار شد، در وزن جمع 100 کیلوگرم بر همه رقیبانش غالب آمده نشان طلا را به دست آورد. ابراهیم با این دستاورد خیلی هم نظرس خود به وطن برگشت و در فرودگاه بین المللی او را تنتنوار استقبال گرفتند. ابراهیم المرادوف یکی از امیدهای اساسی جدای کشور در آینده گفته می شود. همزمان او در وزن تیمور رحیموف رقابت می کند. شاید بعد از چند سال او یکی از رقیبان اساسی تیمور در کشور دانسته شود. چمپیونات آسیا است، چمپیونات جهان است. ما پلان داریم که در همان مسابقات ها نشانه های طلا را با دسته خود برب کردیم، یکم را گرفته بیاییم. ورزشگر شرکت UFC در تاجیکستان قرار دارد و از این فرصت مناسب استفاده برده در تالار ورزشی UFC جیم ماستر کلاس برای ورزشگران جوان را انجام داد. لایق رجبوف از اصول های معاصر محاربه بر مقابل رقیبان سرسخت حرف زد و با آنهایی که در آینده میخواهند در رشته محاربه های آمیخته ورزشگر موفق میشوند از لایق رجبوف اصول های نو را آموختند. لایق رجبوف بعد از اولین نبرد خود در شرکت UFC فعلا در تاجیکستان با رقابت دویم خود آمادگی میبیند. اگر همه ورزشگران شناخته کشور برای جوانان همین گونه یک ماستر کلاس میگذراندند خوب میشد. میگذاریم به خبرهای خارجی. با رونالدو کاری سرمربی دسته النصر رودی گارسیا پیسان نامد و راهبریت این باشگاه عربی متخصص فرانسوی را از مقامش برکنار کرد. همزمان گفته می شود که رودی گارسیا با دلیل نتیجه بد دسته و بخصوص مناسبت سرد با بازیگران از مقامش برکنار کرده شد. با اطلاع از بعضی از سرچشمه های خبری، گارسیا در اتاق لباسی واسکونی بعضی از فوتبال بازان دسته النصر را دشنام داده سخنهای قبیح گفته است که این برابرت تیم بخصوص با کریستیانو رونالدو پسند نیامده است. دسته النصر در جدول مسابقات در جای دوم قرار دارد که از الاتحاد 3 خال کم دارد و تا انجام چمپیونات عربستان سعودی 7 دور دیگر باقی مانده است. ابامیان بازم به مثل ارسنال چلسی رو کیدت کرده باز به بارسلونا آمدن میخواهد. اما چلسی این ارسنال نیست حملگر گابونی رو هم تو بدون به دست آوردن مبلغ رها بکند. بازگشت دیگر باره ابامیان به بارسا از احتمال دور نیست، اما کاتالونی ها میخواهند و مانند بار اول فوتبال بازی گابونی رو رویگان به دست بیارند. ولی تا به حال معلوم نیست که چلسی میخواهد بدون به دست آوردن مبلغ این حملگر رو رها کند یا نه. ابامیان از ارسنال به بارسا گذشته بود. بعد از 6 ماه هنرنمایی چلسی این فوتبالباز را از باشگاه کاتالونی خریداری کرد ولی به هیئت اساسی شامل نشد. 45 گل در یک موسم هالند از رکورد ون نیستلروی، رونالدو و صلاح پیش گذشت. قبلا این فوتبالبازان در یک موسم تا 44 گل زده بودند. اکنون شماره گل های ارلینگ هالند در موسم جاری به 45 عدد آمده رسید که چنین نشان داده خوب را میانی بازیگرانی که در پرمیر لیگ انگلیه برآمد میکنند کسی نشان نداده است. هالند در 5 بازی اخیر نشاندادهای کیهانی دارد. به دروازه کریستال پلاس 1 گل زد، به دروازه لپسید 5 گل زد، به دروازه بیارنی باشد 3 گل، ساوتگمپتون از دست این حملگر 2 گل خورد و تا به دروازه باواریا گل نزد میدان را ترک نکرد. این نشاندادهای 5 بازی اخیر هالند در هیئت منچستر سیتی است. اکنون سوال به مخلصان فوتبال، این حملگر نروژیایی تا آخر موسم چقدر گل میزند؟ مانه سانه را زد است. بعد از آن که باواریا از منچستر سیتی با حساب 3-0 شکست خورد، دو فوتبالبازی دسته باواریا
مانه و سانه در اتاق لباس عوض کنی مسابقه محاربه های آمیخته تشکیل نمودند که سادیو مانه یک مشتی آودار برای لروی سانه زده است که این غضب دیگر فوتبال بازان دسته را به میان آورده است. طوری گفته می شود این دو فوتبال باز خط هجوم باواریا در جریان رقابت بر مقابل منچستر سیتی توپ را با هم تقسیم کردن نتوانستند و زمان با هم دیگر در غضب بودند و بعد از بازی علم باخت را از منچستر سیتی از هم دیگر ستانیدند. حملگر منتخب پولشا و دسته بارسلونا روبرت لواندوفسکی در 8 بازی اخیر تنها یک گل زده است و این غضب مخلصان باشگاه کاتالونی را به میان آورده است. بعد از انتظاری های زیاد بالاخره روبرت لواندوفسکی بهانه اش را یافت. او گفته است که هنگامی در هیئت منتخب پولشا بازی کردنش آسیب برداشته است و در این 7 بازی اخیر او توسط درد پای هنرنمایی میکند که نمیگذارد به زدن گل دست بیابد. روبرت لواندوفسکی اخیران مراتبه با در روزه الچه روز 26 فوریه گل زده بود. مخلصان بارسلونا را ضرور است که اکنون انتظار میشوند که تا کی روبرت لواندوفسکی صحت میشود. ریال مادرید در چمپیونات اسپانیا از ویلاریال شکست خورد. در آن بازی حملگر ویلاریال سامو چکویزی 2 گل زد. بعد از آن که این حملگر مؤلف 2 گل شد، رهبریت دسته ریال مادرید به خلاصه آمد که او را حسیت ویلاریال به تیم خود دعوت کرد و با این راه قصاص 2 شکست را در موسم جاری از ویلاریال بستانند. طوری گفته می شود بازی این فوتبال باز با پرزیدنت باشگاه شاهانه ریال مادرید فلورنتینا پرس پسند آمده بوده است و این فوتبال باز نه تنها ریال مادرید بلکه یک چند دسته های پرمیر لیگ انگلیا نیز مراق ظاهر کردند. اخنون توجه نمایید بازم به یک اعلان ما. بازی جوابی میان دسته های فوتبال چلسی و ریال مادرید را پیشگویی کن و صاحب فوتبال کای برندی از شرکت فرمولا 55 بشو. شرط چنین است: در یوتیوب کانال فرمولا 55 آبونه می شوید و بعدن پیشگویی میکنید که کدام دسته غالب میآید و با حساب چند. مثلا ریال مادرید غلبه میکند و با حساب 2-1. خلاص فکر کنید و پیشنهاد خود را حتما نویسید. با همه برار و موفقیت میخواهیم. برای امروز تمام، تا نشرهای نوبتی.